شما معمولا برای تبدیل سی دی های صوتی تون به MP3 یا فیلم به حالا فرمت های مختلف ممکن از نرم افزار های متفاوتی استفاده بکنید، ولی خود آیتیونز قابلیت های خیلی خوبی داره که ما توی این درس چند تاش رو با هم میبینیم. شما اگر از خود آیتیونز استور موسیقی خریداری بکنید، وقتی که ازش اینفو بگیرید میبینید که با فرمت AAC این آهنگ دانلود شده و در واقع اپل و آیتیونز استور این آهنگ ها رو با فرمت AAC به صورت پیشفرض به شما میفروشن. علتش هم اینه که AAC خیلی فرمت جدیدتری هست از MP3، کیفیت خیلی بالاتری داره و حجم خیلی پایینتر و خب طبیعتاً خیلی بهتر هستش اگر بخواید میزان حجم به کیفیتش رو مقایسه بکنید. من اینجا هم اگه این یکی فایل رو باز بکنم، شما همونطور که می‌بینید MPEG آدیو فایل یا همون MP3 هستش. اگر شما خواستید CD که گذاشتید توی سیستم رو به جای این که به MP3 تبدیل بکنید به AAC تبدیل بکنید، اینجا مثلا من این CD رو انتخاب می‌کنم، میام میگم که اسم این آلبوم Sacred Spirit هست و حالا اوکی رو میزنم. حالا الان میخوام این فایل ها رو تبدیل بکنم، میام توی آیتیونز Preferences، اینجا تو Import Setting توی این گزینه به جای این که اینجا Import Setting رو روی MP3 بذارم، میذارمش روی AAC و حالا از اینجا اون کیفیت مد نظر خودم رو انتخاب میکنم. اگر شما کیفیت بهترین کیفیتش رو میخواید روی آیتیونز پلاس بذارید، اگر فقط در حد صدای مثلا آدیو بوکه و یکی داره صحبت میکنه میتونید روی اسپوکن پادکست بذارید، اگر میخواید کیفیت بالایی داشته باشه حجم پایین روی این های کوالیتی، من معمولا روی آیتیونز پلاس میذارم. من اوکی رو میزنم، اینجا اوکی رو میزنم. اگر الان ایمپورت سی دی رو بزنم، این فایل ها رو حالا ما اگر اینجا ببینیم برای من با فرمت AAC تبدیل میکنه و حالا اگر یکی دو تاش تموم بشه که احتمالاً تا چند لحظه دیگه با هم میبینیم، میتونم دقیقا خدمتتون نشون بدم که چه اتفاقی میفته. حالا این اولی که تبدیل کردم فکر کنم کافی باشه، من همینجا این اولی رو انتخاب میکنم و از اینجا حالا شما میبینید که من اگه get info رو بزنم، در مورد فایل هایی که توی هاردتون دارید چطور؟ شما اینجا ممکنه یه سری MP3 داشته باشید که بخواید اونها رو تبدیل بکنید به AAC. مثلا من اینجا ممکنه این فایل ها رو بخوام یه فرمت AAC ازشون بسازم، شما اینها رو میتونید انتخاب بکنید، روشون رایت کلیک بکنید، create AAC version، به محض اینکه این عنوان رو بزنید و اون ورژن AAC که درست کرده رو برای انتخاب بکنید. مثلا من اینجا میام این رو انتخاب میکنم create AAC، بلافاصله برام یه دونه درست میکنه و حالا اینجا میتونم این بالا بزنم hunting و حالا شما اینجا میبینید که این یکی فایل AAC هستش و فرمت AAC هست. اگر من بخوام ببینم کجا توی هاردم این رو ذخیره کرده، توی این دایرکتوری هست الان این فایل و اگرم خواستید خیلی راحت‌تر میتونید روش رایت کلیک بکنید show in finder که برای شما دقیقا جای دقیقش رو نشونتون میده و دیگه از این به بعد این خب فایل AAC هست. اینجا شما ممکنه بگید که خب این الان حجمش بیشتر هم شد، ولی اگر یه فایل خام، یه ویو AIFF CD آدیو رو بخواید تبدیل بکنید، طبیعتاً این فرمت AAC کیفیت بهتری رو میتونه توی خودش داشته باشه، هرچند که این کیفیت الان 256 هست، قبلی این چیزی که اینجا داشتیم این 128 MP3 بود، طبیعتاً اون یکی حجمش بالاتر خواهد بود. اما در مورد فیلم ها چطور؟ شما ممکنه یه فیلمی توی لایبرری آیتیونزتون داشته باشید که حجمش و کیفیتش خیلی بالا باشه و مناسب پخش توی آیپاد یا توی آیپد نباشه. شما میتونید اون رو انتخاب بکنید، بیاید توی ادوانسد create iPad or iPhone version یا create iPad or Apple TV version. این همون سیستمی که شما توی درست کردن AAC دیدید دقیقاً براتون کانورتش میکنه و بعدن اگر خواستید میتونید اصلا اینجا یه پلیلیست درست بکنید
مثلا من اینجا اسمشو میذارم converted movies و حالا بعدن که این تبدیل شد شما میتونید اینها رو درگ بکنید توی converted movies به طور مثال به این شکل و زمان سینک کردن توی آیپدتون بگید که الان برای من توی مووی ها اونهایی رو تیک بزنید که توی اینجا شما میدونید دقیقا خودتون کانورتش کردید یا اون پلیلیست اینجا رو انتخاب بکنید مثلا کانورتد موویز رو بزنید و اپلای رو بزنید و دیگه دقیقا میدونید که همون فیلم هایی که تبدیل شدن و مشکل پخش ندارن تبدیل ببخشید کپی خواهند شد توی آیپدتون یا توی آیفونتون. نکته آخری که ممکنه برای کسانی که کار تلویزیونی یا سینمایی میکنن خیلی جالب باشه و شاید برای خیلی ها کار کرد داشته باشه اینی که شما اگر توی این preferences حالا اصلا ممکنه بیاید بگید که من اصلا نمیخوام اینجا دیگه الان به AAC تبدیل کنم، من میخوام به AIFF تبدیل کنم. به طور مثال سر صحنه یک سری صدا گرفتن که اونا همشون فرمتشون حالا یه فرمت غیر استاندارد مثلا MP3ه که خودش برای تدوین به رندر نیاز داره و شما میخواید اونها رو تبدیل به AIFF بکنید. همه اونها رو شما میتونید بیاید توی لایبرریتون دقیقا اینجا من حالا بذارید این انتخاب بکنم میزنم AIFF اوکی رو میزنم اینا میزنم فرض کنیم باز دوباره همیناست. من اگر رایت کلیک رو بزنم این دفعه میتونم اینجا create AIFF version رو انتخاب بکنم یا اصلا بالعکس شما ممکنه بگید که من اصلا میخوام اینا رو تبدیل بکنم برای کسی که آیپاد نداره یا اصلا حالا هر پلیری هم که داره M4A رو نمیتونه پخش بکنه، اصلا میخوام ازشون MP3 درست بکنم. باز شما میتونید بیایید توی ایمپورت سیتینگ اینجا حالا این بار MP3 رو انتخاب بکنید با اون کیفیتی که مد نظر خودتونه، به طور مثال 192/168 طبیعتاً هرچی بیشتر باشه کیفیت و حجم بیشتری هم خواهد داشت. من اینجا به طور مثال MP3 192 رو انتخاب میکنم اوکی و اوکی و حالا از این یکی فایل ها میتونم create mp3 version رو بزنم و دقیقا برام حالا یه mp3 درست میکنه که ممکنه توی خیلی از وسایل به طور مثال توی سیستم های پخش خونگی هم بتونه پخشش بکنه. در نهایت شما از خود iTunes برای convert کردن خیلی از فایل ها میتونید استفاده بکنید، با کیفیت بسیار خوب این کار رو انجام میده، چه تو تبدیل فیلم هاتون چه تو تبدیل آهنگ ها و موسیقی هاتون و خیلی راحت خودش تمام اونها رو طبقه بندی میکنه و شما رو از نیاز حالا یک نرم افزاری که بخواد این کارها رو براتون انجام بده من فکر میکنم بی نیاز بکنه.